سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. این جلسه سومین جلسه از سری سخنرانی های گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است در این ترم. در این جلسه در خدمت آقای دکتر ابوتراب یغمایی هستیم. آقای دکتر یغمایی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری هستند در دانشگاه شهید بهشتی. عنوان سخنرانی های دکتر یغمایی مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فلسفه است. سخنرانی حدود یک ساعت خواهد بود و حدود نیم ساعت هم ما برای پرسش و پاسخ وقت در نظر گرفتیم. خب آقای دکتر یغمایی ما در خدمت شما هستیم. نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که حضور دارند در جلسه و از گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که دعوت کرد که صحبتی در این سری داشته باشم. خب عنوان سخنرانی من هستش مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فلسفه. احتمالاً افرادی که در فلسفه علم اشتغال دارن یا در حوزه‌ای مثل در واقع معرفت شناسی سوری فرمال اپیستمولوژی در سالهای اخیر و در دهه‌های اخیر دیدن که استفاده از ریاضیات در مقالات فلسفی در واقع رو به رشد و فلسفه هرچه بیشتر در واقع از نظام هایی در ریاضیات استفاده میکنن برای اینکه یا مسائلشون رو صورت بندی بکنن یا حل بکنن و به نحوی در واقع از این نظام های در ریاضیات استفاده میکنن. منظور من از نظام های ریاضیاتی، نظام های ریاضیاتی در عمل هست و مشخصا اون چیزی که در واقع نظام های مرتبط با مبانی ریاضیات یا foundations of mathematics میشه مورد نظرم نیست، به خاطر اینکه اون استفاده خب سابقه طولانی داشته در فلسفه، خصوصا در فلسفه تحلیلی و فلسفه علم. از آغاز قرن بیستم در واقع فلسفه از این نظام های مرتبط با مبانی ریاضیات مثل نظام های منطقی، نظریه مجموعه ها استفاده میکردن و به سوال‌ها پاسخ میدادن یا اساساً سوال‌ها رو صورت بندی میکردن که در واقع به اون سوال‌ها پاسخ بدن. اما اون چیزی که در واقع در سال‌های اخیر خیلی در واقع رواج پیدا کرده استفاده از نظام‌هایی در ریاضیات در عمل هست، یعنی در هندسه و جبر و آنالیز مردم استفاده‌هایی میکنن که به نظر میرسه که خیلی دور از در واقع اهداف فلسفی، ولی در هر حال دیده میشه، خصوصا اگر شما ژورنال های مثل فلسفی آف ساینس یا بریتیش ژورنال فور بی جی پی اس رو ببینید، میبینید که تعداد زیادی از مقاله ها در واقع در استفاده کردن از نظام هایی در ریاضیات. خب پرسشی که مطرحه اینه که چرا باید در واقع این نظریه های ریاضیاتی، نظریه های ریاضی، نظام های ریاضی در واقع مورد استفاده فلاسفه قرار بگیره. موضوعی که در واقع من میخوام بهش بپردازم این مسئله هستش، مسئله کاربردپذیری این نظام ها در فلسفه که خصوصا در سالهای اخیر خیلی رواج پیدا کرده. خب من برای اینکه بحث رو ببرم جلو در واقع مجموعی از مطالب رو خواهم گفت. در ابتدا مثال هایی رو میزنم از مسئله کاربردپذیری یا از در واقع مثال های کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک و فلسفه. دوستانی که دوباره در فلسفه علم در واقع تحصیل کردن یا مطالعه کردن یا در فلسفه ریاضیات میدونن که ما اونجا یک مسئله آشنایی داریم به نام مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک. من سعی کردم در این سخنرانی یک شباهتی برقرار بکنم بین این دوتا مسئله، یعنی کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک و فلسفه. برای همین موضوع، برای اینکه در واقع مخاطب یک آشنایی به دست آشنایی پیدا بکنه با موضوع، مثال هایی رو میزنم از اینکه
وقتی از کاربردپذیری داریم حرف میزنیم و چه چیزی داریم حرف میزنیم. و سپس مسئله کاربردپذیری ریاضی در فیزیک رو مطرح میکنم و مسائل مربوط به اون رو. در ادامه پاسخهایی که به این مسئله داده شده، حالا برخی از این پاسخها اکسپلین اوی میکنن یا منحل میکنن مسئله رو، و برخی محترم میشمارن مسئله رو و سعی میکنن که به اون مسئله پاسخ بدن. در ادامه بازسازی میکنیم همون مسئله رو در مورد فلسفه و سعی میکنیم که معنادار بکنیم اون در واقع مسئله رو در حوزه فلسفه، هرچند یه مقداری در واقع این بازسازی ممکنه که با مشکل مواجه بشه و کاملا شباهت نداشته باشه به اون مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک، ولی تا اونجا که ممکنه من سعی کردم که این شباهت رو برقرار بکنم. و در نهایت پاسخهایی که به اون مسئله کاربردپذیری در فیزیک داده شده رو بازسازی میکنیم در حوزه فلسفه و ببینیم که این پاسخها کار میکنن یا نه. به زعم من در نظر اول با مشکلاتی مواجه هست این پاسخهایی که به صورت روتین به مسئله کاربردپذیری ریاضی یا در فیزیک داده میشه، بازسازیشون در مورد فلسفه به نظر میرسه که چندان سرراست نباشه، هرچند این پاسخها در خود مسئله اصلی هم با چالش‌های مواجه هستن، ولی به نظر میرسه که در حوزه فلسفه با مشکلات جدی‌تری روبرو هستن. خب این حرفایی که من میخوام بزنم لیتریچر در واقع منقحی نداره، یعنی مسئله تا اونجایی که من میدونم صورت بندی نشده اصلا، این مسئله تا اونجایی که من به خاطر دارم در حوزه فلسفه صورت بندی نشده، بنابراین خیلی مباحث هیوریستیک خواهد رفت، در واقع ممکنه که اون دقت لازم یا اون در واقع جزئیات لازم رو همراه نداشته باشه، برای همین خوشحال میشم اگر نکته به ذهنتون میرسه در واقع در پایان از شما بشنم. خب استفاده، همطور که گفتم، استفاده در واقع فلاسفه از نظام هایی که مرتبط با فراریاضیات متماتماتیکس یا فاندیشنز آف متماتیکس هست در واقع سابقه طولانی داره در فلسفه و اون مورد بحث ما نیست. مثال هایی رو من اینجا عنوان کردم، میتونید ببینید شاید در واقع استفاده کوانت از منطق مرتبه اول در تعیین هستی شناسیش در مقاله 1948 شان وادریز مهم نمونه خیلی روشنی باشه از استفاده از یک نظام منطقی در پاسخ به یک پرسش فلسفی. ما برای اینکه پاسخ بدیم که چه چیزی در جهان وجود داره میریم سراغ نظریه های علمی، بهترین نظریه های علمی، اونا رو در منطق مرتبه اول صورت بندی میکنیم، دامنه متغیرها رو تعیین میکنیم و در نهایت تعهد پیدا میکنیم به اون چیزی که متغیرها قرار بشه جا بدن یا دامنه متغیر. بنابراین یک استفاده هستش از یک نظامی مرتبط با مبانی ریاضیات یا حتی فرا ریاضیات، یعنی منطق مرتبه اول در فلسفه. یا در همون حوالی استفاده پاتریک سوپیز رو میبینیم از نظریه مجموعه ها برای چیست، برای پاسخ به مسئله چیستی نظریه های علمی. در واقع دوباره یک نظامی مرتبط با مبانی ریاضیات نظریه مجموعه ها هستش، هرچند این نظریه مجموعه ها اینفورمال هستش به معنای منطقی نه، بلکه به معنای ستوری که ریاضیدان ها استفاده میکنن، ولی در هر حال میتونه عنوان مبانی ریاضیات قرار بگیره برای اینکه یک استفاده در فلسفه داشته باشه، که این در واقع این استفاده از نظریه مجموعه تا الان هم وجود داره و خیلی از فلاسفه در واقع برای پاسخ به چیستی نظریه های علمی به در واقع نظریه مجموعه ها متوسل میشن. یا اخیراً هالورسن فیلسوف در واقع آمریکایی این در واقع پیشنهاد رو داده و در واقع نظامی رو پیشنهاد کرده برای استفاده از نظریه رسته ها یا کاتگوری تئوری برای دوباره پاسخ به چیستی نظریه های علمی. در کتاب 2019 The Logical Philosophy of Science در واقع صورت مفصلی از نظریه رسته های کاتگوری تئوری استفاده میکنه برای اینکه در واقع به این سوال پاسخ بده. یا دوباره اخیراً لیدیمن و پنل از هوموتوپی تایپ تئوری که دوباره یک نظامی مرتبط تا حدود زیادی با مبانی ریاضیات استفاده کردند برای اینکه در واقع مسئله هول آرگومنت
رو در فلسفه فضا زمان و فلسفه نسبیت عام اولا صورت بندی بکنن و تا حدودی اون رو حل یا منحلش بکنن. دوباره این هم در واقع یک استفاده از نظامی مرتبط با مبانی ریاضیات هستش برای حل مسئله فلسفی. ولی اون چیزی که در واقع مورد نظر من هست این استفاده از ریاضیات نیست، یعنی نظام‌های مرتبط با مبانی ریاضیات مورد نظر من نیست، بلکه اون چیزهایی که در پرکتیس ریاضیدانان مورد استفاده قرار میگیره، یعنی نظریه‌هایی در هندسه و جبر و آنالیز، در واقع اونها خیلی در سالهای اخیر مورد استفاده فلاسفه قرار گرفتن برای اینکه سوال‌های فلسفی پاسخ داده بشن. به عنوان مثال سامپلشر از توپولوژی استفاده کرده برای اینکه دوباره به چیستی رابطه نظریه علمی در واقع پاسخ بده، سعی کرده که یک توپولوژی استوار بکنه یا بسازه برای نظریه های علمی و بعداً نسبت بین نظریه ها یا مدل های علمی رو با استفاده از این فضای توپولوژی که در واقع تعریف میکنه بسنجه. خب توپولوژی یک در واقع یک سازمانی هست در پرکتیس ریاضیات که در واقع این انتظار رو نداریم که مورد استفاده قرار بگیره در مورد چیستی نظریه های علمی، اساسا برای این ساخته نشده گویا که چیستی نظریه های علمی رو در واقع پاسخ بده. یا جاناتان بین استفاده کرده از جبر آینشتاین برای اینکه مناقشه رابطه انگاری و جوهر انگاری رو در فلسفه زمان در واقع فیصله ببخشه. احتمالا میدونید که بر اساس نظریه جوهر انگاران نقاط فاز زمان وجود دارن، بر اساس نظریه نظر رابطه انگاران چنین نیست و تنها چیزی که وجود داره روابط بین نقاط منیفولد یا نقاط فاز زمان هستن. خب استفاده کرده جان بین از این جبر آینشتاین برای اینکه در واقع قضیه رو فیصله ببخشه، با کنار زدن در واقع هندسه دیفرانسیلی معمول سعی کرده این رو به خدمت بگیره و پاسخ بده به این مسئله در واقع این مناقشه رابطه انگاری و جوهر. یا روچه در واقع به صورت مفصلی در کتابی که در واقع نوشته در سال 2011 و قبل از اون مقالاتی که منتشر کرده و همچنین فلسفه دیگر در واقع از سی‌اس‌آر الجبرا استفاده کرده برای اینکه یک مشکل روش شناختی رو در مورد در واقع نمایش های نامعادل در سیستم های کوانتومی با درجه آزادی بی نهایت حل بکنه. حالا میپردازیم به این در ادامه، ولی خب میدونید که سی‌اس‌آر الجبرا در ادامه آنالیز تابعی قرار میگیره، در واقع نوک پیکان ماتماتیکس این پرکتیس قرار میگیره. مردم استفاده کردن که دوباره یک سوال روش شناختی رو در فلسفه بهش پاسخ بده. یا میشه از هندسه سیمپلکتیک یا جبر پواسون و کلن توپولوژی جبری و غیره استفاده کرد تا در واقع یک دفاعی داشت از واقع‌گرایی ساختاری. این در واقع مثالیه که من در ادامه مفصلا با تفصیل بیشتری بهش میپردازم برای اینکه در واقع مخاطبین یک حسی از وضعیت پیدا بکنن که چطوری ممکنه که یک نظام ریاضیاتی در فلسفه مورد استفاده قرار بگیره. خب به نظر میرسه که در همین ابتدا ما با یه سوال مواجه بشیم و اون سوال رو میشه اینطوری صورت بندی کرد که چگونه است که نظریه ها و قضایا و مفاهیم ریاضی که به مقصودی کاملا متمایز از اهداف فلسفی خلق شدن به کار فلاسفه میان. حالا کار فلاسفه ممکن متفاوت باشه، مثلا هدف جاناتان بین با روئتشه با دیگران فرق بکنه برای اینکه در واقع از اون نظام ریاضیاتی استفاده بکنن، ولی در هر حال اهداف فلسفی هستن، ذیل اهداف فلسفی قرار میگیرن، یا در واقع حل کردن یک مسئله متافیزیکیه یا یک مسئله روش شناختیه یا مسئله اپیستمیکه یا مسئله معناشناختیه. در هر حال اهداف فلسفی رو با این نظام‌های ریاضیاتی در واقع پاسخ دادن، این نظام‌های ریاضیاتی که اساساً به منظوری غیر از اهداف فلسفی درست شدن. چگونه است که در واقع مورد استفاده اینها قرار میگیره و به نحو موثری هم مورد استفاده قرار میگیره، یعنی خیلی خوب میتونن اینا در واقع فلسفه به پرسش‌های فلسفی پاسخ بدن و از تزی که مورد نظرشون دفاع بکنن. خب
ما برای اینکه این سوال ملموس‌تر بشه باید بریم سراغ سوال آشناتر که مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک هستش. ما نمونه‌های مختلفی از کاربرد ریاضیات در فیزیک رو داریم که فقط من در واقع چند تاشو اینجا آوردم، با در واقع شما آشنایی بیشتری احتمالاً دارید با نمونه‌های متفاوت کاربردپذیری. میشه نام برد مثلا کاربرد حساب دیفرانسیل انتگرال در مکانیک نیوتونی، یا کاربرد هندسه دیفرانسیلی در نسبیت عام، کاربرد آنالیز تابعی در مکانیک کوانتومی و کاربرد نظریه گروه در نظریه میدان کوانتومی. اینها در واقع به صورت روتین توسط فیزیکدان مورد استفاده قرار میگیرن برای اینکه به اهداف فیزیکی یا اهداف فیزیک اهدافی که مورد نظرشون فیزیکدان ها دست پیدا بکنن، بتونن در واقع واقعیت رو توصیف بکنن، بتونن پیش بینی بکنن اون چیزی که در آزمایش ها قرار رخ بده، بتونن اکسپلین بکنن. همه این در واقع نظام ها مورد استفاده قرار میگیرن برای اینکه اهداف فیزیکی در واقع به چنگ بیان، به دست بیان. ولی دوباره همون سوال مطرح میشه، این نظام ها نظام هایی هستن که برای اهداف فیزیکی خلق نشدن، یعنی ریاضیدان ها اینها رو برای اینکه مشاهدات رو توصیف بکنن یا اکسپلین بکنن یا پیش بینی بکنن اون چیزی که در آزمایشگاه رخ میده، این نظام ها برای اون تأسیس نشدن، خلق نشدن، بلکه بنا بر ملاحظات صرفا ریاضی، حالا ملاحظات زیبایی شناختی ریاضی، نمیدونم سازگاری درونی، وحدت بین نظریه هاست و غیره، در واقع تأسیس شدن. ولی علارغم این هدف متفاوت از اهداف فیزیکی، در نزد فیزیکدان مورد استفاده قرار می گیرن برای اینکه چی؟ اهداف فیزیکی در واقع به دست بیان. خب همین قضیه در واقع فیزیکدان مشهور ویگنر رو در واقع تشویق میکنه تا این مسئله رو در مقاله مشهورش در واقع صورتبندی بکنه با این جمله مشهوری که تقریبا در تمامی کتاب‌های فلسفه ریاضی میشه دید اگر که بحث کاربردپذیری رو مطرح کرده باشن. من میخونم جمله رو، میگه که معجزه مناسبت appropriateness، معجزه مناسبت زبان ریاضیات برای صورتبندی قوانین فیزیکی موهبتی بی‌نظیر است که نه آن را میفهمیم و نه مستحقش هستیم. باید شکرگزار آن باشیم و این امید را داشته باشیم که ریاضیات در پژوهش‌های آتی ما نیز کارا باقی بماند، افکتیو در واقع باقی بماند. این رو ویگنر اسمش رو میذاره کارایی نامعقول، unreasonable effectiveness. و از زمانی که ویگنر در واقع به این موضوع اشاره میکنه، فیزیکدان ها و فلاسفه هم متوجه قضیه شدن و به صورت مفصلی به این قضیه پرداختن. در واقع با این عبارت یا با این سوال و پرسش ویگنر، قضیه کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک مطرح میشه. یا میشه این نقل قول واینبرگ رو دید که من از کتاب کلیوان اینجا نقل کردم، میگه که خیلی عجیبه که ریاضیدانان با هدایت ذوقشان در رابطه با زیبایی ریاضی، یعنی ریاضیدانان یه ذوقی دارن در رابطه با زیبایی ریاضی، ساختارهای سوری را میپرورانند که فیزیکدانان تنها بعدن آنها را مفید میابند. یعنی بعد از این که ریاضیدانها بر اساس ذوق مرتبط با زیبایی ریاضی یک نظامهای سوری رو دیولاپ کردن، پرورش دادن، فیزیکدان‌ها بعداً از اونها استفاده میکنن و اتفاقاً اونها رو مفید میبینن. مفیدم یعنی چی؟ یعنی به کارشون میاد، میتونن اکسپلین بکنن، میتونن پردیکت بکنن، میتونن یونیفای بکنن پدیدارهای طبیعی و غیره. آنها حتی در جاهایی مفید واقع میشن که ریاضیدان فکرش را هم نمیکرده است. یعنی یک جاهای این نظریه ها مورد استفاده قرار میگیرن که اساساً به ذهن ریاضیدان خطور نمیکرد که اینجا ممکنه که مورد استفاده قرار بگیره. فیزیکدانان توانایی ریاضیدانان در پیشبینی ریاضیات مورد نیاز در نظریه‌های علمی را امری کاملا مربوط می‌یابند. این مثال می‌ماند که وقتی نیل آرمسترانگ در سال 1969 برای اولین بار قدم به سطح ماه گذاشت، در خاک ماه جای پای ژول ورن را یافت. برای اینکه در واقع بگه که چقدر قضیه عجیبه، در واقع به این استعاره متوسل میشه واینبرگ تا به ما بفهمونه که چقدر این در واقع کاربردپذیری یا این مفید یافتن فیزیکدانان در رابطه با نظریه های ریاضی امر عجیب غریب و مرموزیه. خب
بنابراین ما به یک پرسش میرسیم، پرسش کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک که در واقع سابقه طولانی داره، مفصلا فلاسفه بهش پرداختن. و اون سوالی که من در ابتدا در رابطه با فلسفه مطرح کردم در واقع یک شبیه سازی از این مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک، که چگونه است که نظریه ها و قضایا و مفاهیم ریاضی که به مقصودی کاملا متمایز اهداف فیزیکی خلق شدن به کار فیزیکدانان میآیند. در واقع این نظریه ها، این مفاهیم، این قضایا به زعم واینبرگ و فلاسفه دیگه مثل اشتینر یا ویگنر، در واقع اینا در رابطه با یک نوع زیبایی شناسی ریاضی یا معیارهای درون ریاضیات در واقع خلق میشن، ولی در این حال بعداً مورد استفاده فیزیکدان ها قرار میگن برای کاملا اهداف متفاوت. و این قضیه اینه که چطوری همچی چیزی در واقع ممکنه، چه چیزی در واقع این رو توضیح میده برای ما، تبیین میکنه. خب برای اینکه این قرابت قضیه مشخص بشه، یک استدلالی رو میشه صورت بندی کرد. این استدلال منصوب به اشتینر در کتاب مشهورش در اپلیکیبیلیتی آف ماتماتیکس اینطوریه. در واقع فرض اول، مفاهیم ریاضی از انگیزه های زیبایی شناختی در انسان ناشی میشوند، از اون حاصل میشه. دو، این انتظار که چیز برآمده از انگیزه های زیبایی شناختی باید به طرز چشمگیری در فیزیک کارا باشد انتظار نامعقولی است. با این حال تعداد زیادی از این مفاهیم به طرز چشمگیری در فیزیک کارایی دارند، بنابراین مفاهیم ریاضی به نحو نامعقولی در فیزیک کارایی دارند. بنابراین این که اینا با انگیزه های کاملا متفاوتی خلق میشن ولی به منظور اهداف کاملا متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند، در واقع ریزنبل میکنه این کارایی رو. و چیزی که اینجا اهمیت داره تاکید بر اختلاف هدف و روش هستش. اولا ریاضیدان هدف متفاوتی رو دنبال میکنه از فیزیکدان، ثانیا روش متفاوتی رو دنبال میکنه برای اینکه به اون هدف برسه. این دوتا در واقع تاکیده که اشتینر در واقع داره برای اینکه به ما بقبولونه که این در واقع استفاده نامعقولیه، یا این کارایی نامعقولی. خب من برای اینکه در واقع یک حسی از قضیه پیدا بکنید که چقدر نامعقوله در واقع استفاده ریاضیات در فیزیک، یک مثالی میزنم. این مثال از یک مقدمه یک کتاب فیزیکی هستش. نگاه کنید، ابتدا این پایین نمودار رو نگاه بکنید، یک سری اسم معادله اومده، معادله دیراک، معادله کلنگوردون و غیره، و یکم بالاترش در واقع اسم یک سری لاگرانژی اومده، و یکم بالاترش اسم یک در واقع مفاهیم ریاضی، انتیتی های ریاضی مثل وکتور، اسپینور، اسکیلر اومده. و در ادامه شما اسپین رو میبینید که یک مشخصه الکترون و هویات بنیادی دیگه هستش، و در بالای در واقع صفحه در واقع یه چیزی اومده به نام دابل کاور آف دی پوانکار گروپ. یعنی تمام این چیزهایی که فیزیک به نحو فیزیکی معنا دارن، مشخصا این معادلات، نتیجه میشن از چی؟ نتیجه میشن از یک ساختار گروپ تئوریتیک اون بالا که پوانکار گروپ هست، و اون خودش هم نه، دابل کاورش، یعنی چیزی که رابطه دو به یک داره باهاش، در واقع نتیجه میده تمام این چیزایی که ما پایین داریم، یعنی معادلات دینامیکی، ویژگی‌های هویات بنیادی مثل اسپین و جرم و غیره. بنابراین یه جورایی میشه متعین کرد، میتونیم آیدنتیفای بکنیم تمام این ذرات بنیادی رو با اون در واقع ساختار ریاضی، ساختار گروپ تئوریتیک، ساختاری که در نظری گروه‌ها شما میتونید اونو صورت بندی بکنیم، مثلا پوانکار گروپ یا دابل کاورش. و اون یکم ریستر، اون زیر اون پوانکار گروپ ریپرزنتیشن های اون گروپ هستن. یعنی تعریف دقیق ریاضی داره، من دیگه واردش نمیشم، ولی برای اینکه یک حسی شما داشته باشید، رابطه بین گروه و ریپرزنتیشن شبیه رابطه فانکشن و ریالایزیشن های متفاوت از اون فانکشن هستش. فرض بکنید که یک در واقع ساختاری بالا دارید که این میتونه به نحو متفاوتی ریالایز بشه. این ریالایزیشن ها ریپرزنتیشن های اون هستن. یک کدوم هر ساختاری ریپرزنتیشن های متفاوتی، یک کدوم از این ریپرزنتیشن ها میخوره، فیت میشه با طبیعت،
فیت میشه با طبیعت، فرمیون ها رو میده، بوزون ها رو میده و در ادامه ویژگی های دیگر رو شما میتونید درایو بکنید، استنتاج بکنید، استخراج بکنید از این ویژگی های چی، از این در واقع ویژگی های ساختاری یا ویژگی های گروپ تئوریتیک. خب در ادامه در واقع این جمله در واقع همین کتاب رو در صفحات بعدش که در واقع توضیح داده این قضیه رو با هم دیگه بخونیم. میگه the labels for the irreducible representations of the double cover of the Poincaré group mass m and by their spin, spin و germ که همگی آشنایی داریم که اینجا برابر با j گرفته equals j here are how elementary particles are labeled in physics. در واقع این irreducible ها هست، representation ها، irreducible representation ها هستن که تعیین میکنن که در واقع چگونه ما این این ویژگی ها رو در واقع برچسب بزنیم. An elementary particle with given labels m and spin, say j equals 1/2, is described by an object which transforms according to the m spin 1/2 representation of the Poincaré group. بعد در واقع یک پانوشت، یک تکمله‌ای داره، یک توضیحی داره. Some physicists go even further and say that elementary particle r, r-ش هم بولد کرده، the irreducible representations of the Poincaré group. یعنی نه تنها ما توصیف داریم میکنیم، بیان داریم میکنیم ویژگی‌های ذرات رو، بلکه اساسا ذرات چیزی نیستن جز این ریپرزنتیشن های در واقع دابل کاور Poincaré group. خب این خیلی قضیه رو در واقع عجیب غریب میکنه. نظریه گروهی که اساسا برای این صورت بندی نشد، برای توصیف ذرات بنیادی توصیف نشده، داره آیدنتیفای میکنه، داره آیدنتیتی در واقع ذرات رو مشخص میکنه، در واقع به جهان یه جورایی مربوط میشه. خب من خواستم فقط به شما بگم که چقدر استفاده میتونه استفاده عمیقی باشه، فقط به عنوان زبان نیست، بلکه به عنوان تعین بخش اون چیزی که شما میبینید، به عنوان ذره بنیادی در فیزیک چیزی نیست جز اون ریپرزنتیشن های یک گروهی که در واقع وجود داره و ریاضیدان ها قبلا دهه ها قبل در موردش صحبت کرد. خب ولی در واقع چیزی که وجود داره، حالا این در واقع unreasonable effectiveness، در واقع چیزی که در بادی هم به نظر ما میرسه، ما باید برای اینکه در واقع اینو تحلیل فلسفی بکنیم باید اول سوال رو مشخص بکنیم که سوالمون یعنی چی. در رابطه با مسئله کاربردپذیری انواع و اقسام سوال‌ها رو فلاسفه صورت‌بندی کردن برای اینکه پاسخ بدن مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک رو. ولی چیزی که وجود داره، مسئله اصلی که وجود داره و میشه مسائل دیگر ذیل اون در آورد، من با عنوان مسئله ریپرزنتیشن مطرح میکنم و اونو اینجا بازسازیش کردم. این مسئله بازنمایی چی میگه؟ میگه که نقش مفاهیم و نظریه‌های ریاضی در بازنمایی علمی scientific representation، یعنی در ریپرزنت کردن طبیعت، چگونه است که موجب می شود نظریه ها و مدل های علمی به نحو موفقیت آمیزی جهان را بازنمایی بکنند. یعنی چی؟ یعنی به نحو موفقیت آمیزی این ریپرزنتیشن های ساینتیفیک که درگیر در واقع ساختارهای ریاضی یا مفاهیم ریاضی هستند، در واقع به ما به درستی تصویری از جهان میدن، میتونن پیش بینی بکنن اون چیزی که در آینده در جهان رخ میده، میتونن اکسپلین بکنن اون چیزی که قبلا در جهان اتفاق افتاده، میتونن یونیفای بکنن پدیدارهای متفاوتی که در طبیعت اتفاق میفته و این نقش اساسی داره. این نقش اساسی هم به نحویه که اگر اینو بگیریم دیگه ما ساینتیفیک ریپرزنتیشنمون موفقیت آمیز نخواهد بود. در مثال قبلی نگاه بکنین، اگه گروپ تئوری از کوانتوم تئوری و کوانتوم فیلد تئوری بگیریم، به نظر میرسه که نتونیم در واقع جهان رو توصیف بکنیم به این معنایی که الان داریم توصیفش میکنیم. چرا؟ چون به نظر میرسه که فیزیکدان‌ها اینو پذیرفتن که اساساً اون هویتی که ما در جهان داریم آیدنتیفایش میکنیم در واقع چیزی نیست جز همون در واقع ریپرزنتیشن گروهی که داریم. بنابراین اساسی اگه شما اینو بگیرید عملاً جهانتون رو از دست دارید، چون الان فیزیکدان‌ها دارن اون چیزی که در جهان وجود داره رو آیدنتیفای میکنن با چی؟ با اون چیزی که گروپ تئوریتیک داره بیان میشه. خب برای اینکه ما این مسئله رو پاسخ بدیم، رویکردهای متفاوتی صورت بندی شده، یعنی که فلاسفه این سوال رو پاسخ بدن.
رویکردهای متفاوتی از کردن و این مسئله رو یه جورایی برگردوندن به اون مسئله مورد دلخواهشون و سعی میکنن اون مسئله مورد دلخواهشون رو پاسخ بدن. مثلا یه مسئله متافیزیکی محض میتونید شما طرح بکنید که آقا این انتولوژی ریاضیات چیه؟ این مفاهیم ریاضی در جهان خارج به چه چیزی ارجاع میدن که باعث میشه ریاضیات در بازنمای علمی نقش آفرین باشن؟ یعنی فکر میکنن این فلاسفه که اگر ما انتولوژی ریاضیات رو مشخص بکنیم در واقع میتونیم سوال بازنمایی رو پاسخ بدیم و کلی در واقع نظریه وجود داره و تز وجود داره برای اینکه اولا این مسئله متافیزیکی محض رو پاسخ بدن تا مسئله بازنمایی در واقع پاسخ داده باشه. چیزی که اهمیت داره مسئله بازنمایی، یعنی شما تا اونو باید حتما پاسخ بدید که چرا موفقیت آمیز در ریپرزنتیشن. در مسئله کاربردپذیری اهمیت نداره که انتولوژی ریاضیات چیه، شما پاسخی که میدید برای پاسخ به انتولوژی باید کاربرد داشته باشه. برای چی؟ برای پاسخ به اون مسئله ریپرزنتیشن. خب اینو میتونید به نحو کاربردی هم در واقع مطرح بکنید، بگید که اساسا من انتولوژی ریاضیات برام مهم نیست، ولی نسبت بین انتولوژی نظریه‌های علمی و انتولوژی در واقع ریاضیات چه میتواند باشد که باعث میشود که ریاضیات در ساینتیفیک ریپرزنتیشن در واقع به نفع موفقیت آمیز نقش آفرینی بکنه. البته که هستی شناسی ریاضیات ممکن مقید بکنه این رابطه رو، رابطه بین دو نوع هستی شناسی، ولی در هر حال این نوع فلاسفه‌ای که دنبال این پاسخ، دنبال این پرسش میرن برای اینکه مسئله بازنمایی رو در واقع حل بکنن، ابتدا براشون مهمه که رابطه بین اونتولوژی ها چیه، یعنی سعی میکنن این رو در واقع بهش پاسخ بدن یا سعی میکنن در واقع حل بکنن تا اون مسئله بالایی ریپرزنتیشن حل شده باشه. یا میتونید شما از منظر معناشناختی در واقع به قضیه نگاه بکنید، بگید واژگان ریاضی چگونه معنادار و گزاره‌های ریاضی چگونه صادق میشن که باعث میشه، موجب میشه، این موجب شدن هم علی نیست دیگه، موجب میشه چی؟ ریاضیات در بازنمایی علمی نقش آفرین باشه. بنابراین من اگه بخوام خلاصه بکنم این اسلاید رو، باید بگم که ما با یک نوع مسئله کاربردپذیری روبرو نیستیم. به نظر من که با یک مسئله در مسئله قالبی روبرویم که مسئله ریپرزنتیشنه و این مسئله که فرم اسکیماتیک داره رو شما میتونید در واقع رنگ و بوهای متفاوتی بدید، محتواهای متفاوتی بدید و بعد در واقع این مسائلی که محتوای مشخصی داره حل بکنید و در ادامه اون مسئله ریپرزنتیشن رو در واقع حل بکنید. خب بپردازیم به راههایی که وجود داره برای پاسخ به این مسئله. خب من یکم سریعتر در واقع دنبال میکنم حرفمو برای اینکه وقت از دست ندم. یه راههایی وجود داره که این مسئله رو اکسپلین اوی میکنه، مسئله رو حالا فرض بکنید ریپرزنتیشن رو اکسپلین اوی میکنه، یعنی میگن که اصلا مسئله نیست، منحل میکنن مسئله رو با یک ادعاهایی که در واقع مطرح میشه. میگن که مثلا علم هم مانند هر دستگاه فکری دیگه زبان میخواد، یه لنگویج میخواد، زبان علم هم ریاضیات. هر زبان دیگه میگرفتیم ما، شما میگفتی چرا این؟ خب این در واقع سوالیه که به نظر میرسه که اکسپلین نشه کرد، یه بروت فکت دیگه، یه بالاخره یه زبانی میخواد علم. اونجا هم زبان علم ریاضیات. اما پاسخی که میشه داد اینه که آقا با استفاده از ریاضیات فقط زبان نیست، فقط این نیستش که ما در واقع اکسپرس میکنیم در واقع نظریه ها رو در یک چارچوب ریاضی، بلکه اونی که در ریپرزنتیشن، یعنی یک هدف معرفتی، ما به یک هدف معرفتی نائل میشیم وقتی اکسپرس میکنیم، وقتی در واقع دست نظریه علمیمون رو در یک نظام ریاضیاتی بیان میکنیم و این رو وصلش میکنیم به جهان خارج. در واقع این وصل کردن به نحویه که ما میتونیم به اهداف معرفتیمون برسیم. به خاطر همینی که من اون مسئله رو پیش گذاشتم بازنمایی، یعنی شما یه aboutnessی که فایده میکنه بگید که این وصل میشه به جهان، این چنین وصل میشه، این وصل شدن باید به نحوی باشه که به شما در واقع این قوا رو بده که بتونید در واقع پیش بینی بکنید یا اکسپلین بکنید پدیده‌های طبیعی. خب بنابراین به نظر میرسه که راه حل چندان مناسبی نباشه. راه حل دومی یا شیوه انحلال دومی که برای قضیه وجود داره میگه که آقا خیلی از نظریه های ریاضی اساسا مفید نیستن برای صورت بندی نظریه های علمی،
شما فقط رفتید سراغ خوباشون یا فقط سراغ نمونه های موفقیت آمیز رفتید، بعد دارید یک در واقع استقرار میذارید، میگید که همه نظریه های ریاضی یا تعداد چشمگیری از نظریه های ریاضی یا ساختمان های ریاضی در واقع کاربرد دارن، در صورتی خیلی هاشون کاربرد نداره. ولی این هم همواره با یک تهدیدی روبروه، تهدیدی که از یک واقعیت نتیجه میشه، و این که ما هر جای فکر میکردیم که یا خیلی از جاها که فکر میکردیم در واقع نظام ریاضیاتی ریاضی مورد استفاده قرار نمیگیره، مورد استفاده قرار گرفته، و هر آن این انتظار رو باید داشته باشیم اون جایی که مورد استفاده قرار نگرفته پس فردا مورد استفاده قرار بگیره. خیلی از این مثالایی که من زدم، مثلا سیاسی الجبرا، جبر آینشتاین، اینا رو کسی فکر نمیکرده که یک روزی مثلا حالا در فلسفه یا متناظرش چیز مربوطش در فیزیک در واقع مورد استفاده قرار بگیره، ولی میبینیم که مورد استفاده قرار گرفته، اساسا روند در واقع نظری پردازی رو تغییر داده. بنابراین دوباره این هم به نظر میرسه که همواره باید تهدید رو بده. خب ولی از همه اینها در این راه های اکسپلین اوی کردن یک راهی وجود داره که به نظر میرسه قوتش بیشتره از اون دو تا راه قبلی، و اون در واقع راه انحلال یا راه در واقع تبیین زدایی از مسئله. به ما میگه که آقا شما اصلا صورت بندیتون از مسئله اشتباه، شما فکر میکنی که نظریه ریاضیاتی جدا از نظریه فیزیکی خلق شده، بعد حالا داری دنبال این میگردی که چرا این که به عنوان هدف متفاوتی خلق شده برای یک هدف متفاوتی به کار میاد. این فرض شما اشتباه است. اساسا نظام های ریاضی همراه با نظریه پردازی فیزیکی در واقع تأسیس میشن، تکوین پیدا میکنن، بنابراین اصلا غریب نیستش که این دوتا کاربرد در واقع در کنار همدیگه در ساینتیک ریپرزنتیشن نقش آفرین باشن، چون اساسا در کنار همدیگه در واقع مورد استفاده قرار میگیرن. پاسخی که در واقع به این سوال داده میشه، به این در واقع راه حل داده میشه، اینه که ما باید دو جور استفاده از ریاضیات رو در فیزیک تمایز قائل بشیم، یکی استفاده اصلی و یکی استفاده غیر اصلی. استفاده اصلی زمانیه که حرف شما درسته، یعنی نظام ریاضی در کنار در واقع یک نظام فیزیکی روش پیدا کرده، مثلا حساب دیفرانسیل انتگرال. ما میدونیم که نیوتن حساب دیفرانسیل انتگرال رو در واقع در کنار فیزیکش در واقع پرورش داد. خب اینجا چندان غریب نیست که کاربردپذیری وجود داشته باشه و چندان هم نیاز به تعبین کردن وجود نداره. اما موضوع اینه که ما سیستم‌های ریاضی منزوی یا کاربردهای غیر اصلی هم داریم، یعنی جایی که نظام ریاضی کاملا در انزوا تأسیس شده و بعداً در واقع مورد استفاده فیزیکدان‌ها قرار گرفته. مشخصا مثلا میشه نام برد، اشتینر نام میبره از نظریه گروه و هندسی دیفرانس. نظریه گروه در واقع بی ارتباط با مکانیک کوانتومی به زعم اشتینر در واقع تأسیس شده، یا هندسی دیفرانسیه نزد مثلا ریمن در واقع با هدفی متفاوت از اون چیزی که آینشتین در سر داشته در واقع تأسیس شده. به هر دو مثال میشه ایرادهایی گرفت، به هر هم نظری گروه و هم هندسی دیفرانسیل میشه ایرادهایی گرفت. مثلا میشه گفت که آقا هندسی دیفرانسیل کی میگه مستقل از در واقع یک نظری پردازی راجع به فضا در واقع درست شده. گاوس خیلی قبل‌تر در واقع در پی این بود که مفهوم انحنار رو وارد بکنه برای اینکه در واقع ساختار فضای عالم رو توصیف بکنه. یا میشه گفت که ویگنر و وال در دهه 1920 و 1930 در واقع با تکوین نظریه گروه ها، با بلوغ نظریه گروه ها سعی داشتن اون رو اپلای بکنن در مورد میکانیک کوانتومی. حالا اینا دیگه ملاحظات تاریخیه، یعنی باید دقیق بشیم ببینیم که تا چه میزان در واقع این دیولاپمنت متأثر از نظریه پردازی فیزیکی بوده، تا چه مقدار متأثر نبوده. مثلا در مورد هندسی دیفرانسیل میگن درسته که فضا در واقع توصیف فضا نزد گاوس و ریمان در واقع مطرح بوده، ولی فضا زمان که نبوده، اون چیزی که در نظریه نسبیت عام مورد بحث قرار میگیره پیوستار فضا زمان هستش نه فضای خام. موضوع اینه که خب حالا چطوری فضا زمان میتونه توصیف بشه با یک نظام هندسی دیفرانسیلی. بعد نظریه گروه ها هم به همین ترتیب.
حالا در هر حال موضوع اینه که حتی اگر ما بپذیریم که در مورد فیزیک این نزدیکی تا حدودی وجود داره، در مورد فلسفه با اطمینان بیشتری میتونیم بگیم که این انزوا وجود داره. یعنی به هر حال ریاضیدان‌ها و فیزیکدان‌ها چای و بیسکویت میخورن ولی با فلسفه فکر نمی‌کنن کارو بکنن. بنابراین این دوری رو در مورد نظام‌های فلسفی میتونیم با اطمینان بیشتری تصدیق بکنیم. خب این ها راه‌هایی بودن که اکسپلین اوی می‌کردن، یعنی منحل می‌کردن مسئله رو. اما در واقع دو تا راه‌های متفاوتی داره برای تبیین کردن. من دو تاشو بهش می‌پردازم. یکی واقع‌گرایی هستش، واقع‌گرایی مبتنی بر طبیعت‌گرایی، واقع‌گرایی در مورد ریاضیات، و دوم هم شرح نگاشتی، مپینگ اکانت، برای اینکه این قضیه رو توضیح بده. خب واقع‌گرایان چی میگن؟ واقع‌گرایان میگن آقا هویت ریاضی وجود داره، هویت ریاضی وجود دارن. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر استدلال اسلام را پذیری که در ادامه براتون میگم، و گزاره‌های ریاضی هم صادقن. خب بنابراین اساساً چندان تعجب انگیز نیست که شما در واقع با این چیزهایی که به واقعیت ارجاع میدن بتونید واقعیت رو تعبین بکنید، ریپرزنت بکنید، چون اونها هم واقعی. البته که سوال این واقعیتی که هویت ریاضی دارن با واقعیتی که هویت فیزیکی دارن متفاوته. بنابراین به نظر من یه قدم مسئله میره عقب که این دو تا هویتی کاملا با هم متمایزن، حالا در واقع چگونه با هم دیگه ارتباط دارن. ولی حداقل در قدم اول میتونیم اینو بپذیریم که صدق به نظر من میسه که تا یه حدود زیادی کار را میندازه. اگر بپذیریم که هویت ریاضی وجود دارن، بنابراین استفاده از نظامهایی که به این حقایق ارجاع میدن در واقع چندان تعجب انگیز نخواهد بود که به کار سانتیک ریپرزنتیشن بیاد این استفاده. خب این در واقع پاسخ اول. اما پاسخ دومی که به قضیه وجود داره در واقع همون سوال متافیزیکی کاربردی رو میبره جلو. میگه که فارغ از این که این نوع هویت ریاضی چه باشند، رابطه ای وجود داره بین چی؟ بین ساختارهای ریاضی و واقعیت. بین ساختارهای ریاضی و واقعیت یک رابطه‌ای وجود داره و این رابطه به نحویه که باعث میشه سانتیک ریپرزنتیشن موفقیت آمیز باشه. یعنی وقتی شما از نظریه گروه‌ها استفاده می‌کنید در فیزیکتون، در مکانیک کوانتومی، این ساختارهای نظریه گروهی یا گروه تئوریتیک در واقع فیت میشه، روابطشون فیت میشه با اون چیزی که در جهان خارج وجود داره، و بنابراین این فیت شدن باعث میشه که شما مکانیک کوانتومتون ریپرزنتیشنالی سکسسفول باشه. بنابراین مسئله دوباره حل میشه، دوباره در واقع مسئله متافیزیکی رو شما جواب بدید، میگید نسبت بین در واقع این هستی شناسی چیه، نسبت بین ریاضیات و در واقع جهان چی هستش. ولی در هر حال نمیرید سراغ این که هویت ریاضی واقعا چه هست. خب این هم شرح نگاشتی دو تا در واقع روش استاندارد برای مسئله کاربردپذیری هستش. یکی راه حل واقع‌گرایانه، یکی راه حل چی؟ راه حل در واقع مبتنی بر مپینگ. خب اما بپردازیم به مثالی از کاربردپذیری ریاضیات در فلسفه. خب ناکنید من نظام فلسفی که میخوام استفاده از زبان ریاضی رو درش معرفی بکنم، به شما معرفی بکنم، در واقع واقع‌گرایی ساختاری و واقع‌گرایی علمیه. میخوام بگم که چطوری در واقع واقع‌گرایان ساختاری از یک نظریه در ریاضیات استفاده میکنن، یک قضیه مشخصی در ریاضیات استفاده میکنن برای اینکه یک سوال رو پاسخ بدن. ناکنید احتمالاً میدونید که در برابر واقع‌گرایی علمی یک استدلال خیلی قوی وجود داره به نام استقلال فرا استقلال بدبینانه. میگه چی؟ میگه که آقا یک زمان یک نظریه موفقیت آمیزی ما داشتیم که بعداً معلوم شده این نظریه غلطه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع واژگانش به چیزی در جهان خارج ارجاع نمیدادن، حالا به دلایلی که مثلا که باید تجربی نداشتیم، به شاهدی داشتیم که رد میکرده این نظریه رو و بنابراین دست برداشتیم. حالا که دست برداشتیم دیگه واژگانش به یک چیزی در جهان خارج ارجاع نمیداد، بنابراین یک نظریه دیگه جاشو میگیره، مثلا نظریه T2 جای نظریه T1 رو میگیره. نظریه T2 موفقیت آمیز بوده، یکم که میگذره معلوم میشه دوباره این نادرسته، واژگانش ارجاع نمیدن به جهان خارج، هویتی در جهان خارج، یه نظریه دیگه ای میاد جاشو میگیره. بنابراین میشه استقراب است در مورد نظریه کنونی هم نتیجه گرفت که زمانی این نظریه اکنون موفق از طریق نظریه بعدی بیرون خواهد رفت و دیگه واژگانش چی؟
ارجاع نخواهند داد و بنابراین صادق نخواهد بود نظریه که اکنون موفقیت آمیزه. بنابراین برخلاف ادعای ساینتیفیک رئالیست، نظریه های موفق کنونی، نظریه های بالغ کنونی، نظریه های صادق یا تقریبا صادقی نیستند. خب این استدلال مشهوریه در کتاب های مقدماتی فلسفه علم ما میبینیم این رو. یک در واقع استدلال روتین و مشهوری وجود داره از طرف واقع‌گرایان ساختاری برای اینکه این پرسش رو پاسخ بدن، برای اینکه این استدلال رو پاسخ بدن و سیو بکنن ساینتیفیک رئالیست رو. میگن که درسته که شما در واقع این نظریه ها عوض میشن با تئوری چینج، ممکنه درسته که این نظریه ها عوض میشن، نظریه تی دو جای تی یک رو میگیره، تی سه جای تی دو رو میگیره و همین الان هم ممکنه که نظریه موفق کنونی 100 سال دیگه جای خودشو بده به یک نظریه دیگه. ولی یک چیز در واقع نجات دهنده‌ای برای واگرا وجود داره، اون اینه که این نظریه هایی که شما میگید عوض میشن و جاشون رو به نظریه در آینده میدن، در واقع یک اشتراکی دارن، یک اشتراکی دارن و این اشتراک اشتراک ساختاریه، اشتراکی که شما اگر نظریه ها رو یک شکل خاصی بنویسید و اینها رو به هم دیگه مربوط بکنید، میبینید که یه چیزی ریتین میشه، یه چیزی باقی میمونه تو نظریه آینده از نظریه قبلی. بنابراین با ساینتیفیک رئالیست نباید به هویات، در واقع هویاتی که واژگان نظریه ها ارجاع میدن، تعهد هستی شناختی داشته باشه، بلکه باید به ساختاری تعهد داشته باشه که ریتین میشه، باقی میمونه بین چی؟ بین این نظریه ها در طی تئوری چین، در طی تغییر نظریه ها. بنابراین این چنین سعی میکنن که استدلال فرااستقرار بدبینانه رو پاسخ بدن. بنابراین نظریه ها درست تغییر میکنن، ولی این چنین نیستش که کلا نظریه که در آینده میاد، نظریه بعدی، هیچ چیزی به ارث نبره از نظریه قبلی. یک چیزی به ارث میبره، اون چیزی که به ارث میاره رو در واقع باید کشف بکنیم چیه دیگه. اون کار فیلسوفه، باید نظریه ها رو صورت بندی بکنه و هم دیگه مربوط بکنه، البته با کمک کارهایی که در ریاضیات و فیزیک شده، و بعد بگه که تعهد هستی شناختی من به اینه، من رئالیست به این تعهد هستی شناختی پیدا میکنم، این وجود داره و این هم در نظریه های بعدی چی وجود داره، همونطور که در نظریه قبلی در واقع باقی. خب این پاسخی که به صورت روتین وجود داره. اما قضیه اینه که همین ادعای ساینتیفیک رئالیست برای سیو استراکچرال رئالیست، برای سیو در واقع ساینتیفیک رئالیست کفایت نمیکنه. چرا؟ چون ممکن اون ساختارهایی که در واقع تعیین میکنه اساساً ربطی به مشاهده پذیرها نداشته باشه، یک ساختارهای کاملاً ریاضی بنیادی باشن که اساساً ارجاعی به جهان خارج نداشته باشه. بنابراین باید یه قیدی بذاره، باید بگه که آقا این ساختاری که تو میگی مشترکه، باقی مونده بین نظریه ها، یه جورایی به مشاهده پذیرها مربوطه، یعنی بتونه که در واقع کفایت تجربه نظری بعدی رو توضیح بده تا حدودی و کفایت نظری قبلی رو کاملا توضیح بده. اینو اسمشو میذاریم قید سابستانشیالنس یا قید اساسی بودن، یعنی این ساختار مشترک ریتن شده باقی مونده باید اساسی باشه، باید به نحو اساسی مشاهده پذیرها بهش مربوط باشه. اما قید دوم مهمه، قید دومی که در ادامه میخوام در موردش توضیح بدم، این ساخت ممکنه که شما در گذار از نظریه تی یک به تی دو به یک ساختار مشترک نرسید، بلکه به ساختارهای مشترک برسید، به ساختارهای مشترک برسید. یعنی وقتی نظریه تی یک و تی دو رو در یک در واقع نظام ریاضیاتی صورت بندی میکنید و وقتی اینها رو میسنجید که چه چیزی بین اینها مشترکه، شما به یک ساختار ممکنه نرسید، به چندین ساختار برسید. خب اگر این ساختارهایی که مشترکی وجود دارن ساختارهای نامعادلی باشن، یعنی با همدیگه فرق بکنن، حالا این نامعادل بودن به صورت دقیق تعریف میشه، ولی شما به صورت خام فرض بکنید اینا ناسازگارن، یعنی یکیشون یک جهان رو توصیف میکنه، جهان دبلیو یک رو توصیف میکنه، یکیشون جهان دبلیو دو رو توصیف میکنه که این دبلیو یک و دبلیو دو با همدیگه ناسازگارن، ویژگی‌های ناسازگاری دارن. اگر اینا ناسازگار باشن دوباره یک ایرادی وارد میشه به استراکچر رئالیست که در واقع چی هستش؟ اون عدم تعیونه، عدم تعیونیه که به صورت ساختاری وجود در واقع اینجا بروز پیدا کرده، یعنی ساختارهای مشترک نامعادلی وجود دارن که جهانهای متفاوتی رو ریپرزنت میکنن. بنابراین ما باید یه قیدی بذاریم روی این ساختارهای مشترک، یعنی استراکچرالیست باید یه قیدی بذاره که این ساختارهای مشترک باید اکویوالنت باشن به یک معنایی. خب
مشخصاً در واقع گذاری که میخوام در مورد صحبت بکنم، گذار از مکانیک کوانتومی به مکانیک کلاسیک به مکانیک کوانتومی، بنابر ادعای استراکچر رئالیست بین مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی یک رابطه وجود داره و یک ساختار مشترکی از طریق این رابطه حاصل میشه یا ما میتونیم بهش پی ببریم. این رابطه رو مردم بهش میگن کوانتیزیشن، کوانتش. نکته ای که وجود داره اینه که روش‌های متفاوتی از طرف فیزیکدان‌ها پیشنهاد شده برای کوانتش، یعنی برای ربط بین مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتوم، که هر کدوم مزایا و نقاط ضعف خاص خودشون رو دارن. خیلی از این مزایا فیزیکی صرفاً، خیلی‌هاش ریاضیه. برای اون چیزی که برای در واقع فیلسوف ساختارگرا اهمیت داره اینه که این ساختار اولا باید اساسی باشه بنابر اون قید در واقع قیدی که ذکر کردم، بعد ثانیاً باید در واقع به نحوی باشه که این ساختارهای ممکنی که بین مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی وجود داره، یا شاید بشه اینطوری بهتر گفت سیستم‌های کوانتیدی که در واقع سیستم‌های کوانتومی که حاصل از کوانتش یک سیستم کوانتومی هستن، اینا باید به نحوی معادل باشن. اگر شما به چند تا سیستم رسیدید در اون فرایند کوانتش یا کوانتیزیشن، باید این ساختارها به نحوی معادل باشن. خب موضوع اینه که در واقع در خیلی از این برنامه های کوانتش هم چیزی وجود نداره، یعنی در کانونیکال کوانتیزیشن، در جیومتری کوانتیزیشن، برنامه های کوانتش شما به ناسازگاری ساختارها میرسید. یه جایی اصلا قوید ریاضی برآورده نمیشن مثل کانونیکال کوانتیزیشن. در جیومتری کوانتیزیشن در واقع شما به ساختارهای نامعادل میرسید، بنابراین خوب نیست این راه حل. در واقع جیومتری کوانتیزیشن به کار چی؟ به کار ساختارگرا نمیاد. اون چیزی که رومیزه اگه بره سراغش، این دوتا اگر فرض بکنید که این دوتا فقط رومیزن، استراکچر رئالیست تضعیف میشه، به خاطر اینکه برنامه کوانتشی که قید سازگاری رو برآورده بکنه وجود نداره. اما قضیه چیه؟ قضیه اینه که یک برنامه به نام دفورمیشن کوانتیزیشن وجود داره و یک قضیه‌ای به نام قضیه کنسویچ وجود داره که نشون میده که تحت اون برنامه این ساختارهای کوانتیده همگی با همدیگه به نحوی معادلن. این در واقع قضیه ابتدای یک حدس بوده، ریاضیدان در واقع فرانسوی روسی در سال 1993 این حدس رو میزنه به نام فرمالیتی کانجکچر مطرحه و 3-4 سال بعدش اون کانجکچر رو اثبات میکنه و به نوعی در واقع ساختارگراها رو در سال در واقع در دهه دوم سوم در واقع قرن 21 در واقع نجات میده برنامه شون. خب در واقع این قضیه فرمالیتی یا فرمالیتی کانجکچر نتیجه داره که اون نتیجه میگه که این سیستم های کوانتومی که شما دارید همگی به نحوی با هم دیگه معادلن. اسم این نتیجه میگن قضیه اگزیستنس اند یونیکنس، قضیه وجود یکتایی. و این قضیه یه جوری داره عمل میکنه که اگر نباشه این راه حل ساختارگرا به مشکل برمیخوره، یعنی ساختارگرا اگر این قضیه کنسویش رو نداشته باشه به نظر میرسه که در مورد یکی از مهمترین تئوری چنج ها با مشکل روبرو. خب اما موضوع اینه که چگونه قضیه کنسویش که با روش غیر فلسفی برای هدفی غیر فلسفی حرف زده و اثبات میشه به کار واقعگرای ساختاری و واقعگرای علمی میاد. یه قضیه که اساسا فکرشو نمی‌کردیم که به کار یک مسئله فلسفی بیاد، در واقع اینجا به کارمون اومد و مسئله رو حل کرد. خب بیایم اون دو تا پاسخی که به مسئله کاربردپذیری ریاضی در فیزیک بود و بازسازی بکنیم در ایمان. مثلا پاسخ واقعگرایانه چه خواهد گفت؟ میگه که آقا ساختارهایی که تو میگی مثلا توی دفورمیشن کوانتیزیشن یا ساختاری هستن که به جهان خارج ارجاع میدن، بنابراین استفاده از اونها در مکانیک کوانتومی و یکتایی این ساختارهای کوانتیده چیز عجیب غریبی نیست و استفاده ازش در واقعگرایی ساختاری. خب موضوع اینه که این وجود ساختارهای ریاضی مبتنی بر یک استدلال اجتناب ناپذیری ساختارگرایانه، یعنی
چرا این ساختار وجود داره؟ ما باید یک استدلالی ترتیب بدیم. اون استدلال اشتراک ناپذیری کلاسیک رو میشه به نحو ساختاری بازسازیش کرد. میتونیم بگیم که ما باید به همه و تنان ساختارهایی تعهد داشته باشیم که برای بهترین نظریه های علمی ما اجتناب ناپذیرن. ساختارهای ریاضی برای بهترین نظریه های علمی ما اجتناب ناپذیرن. پس ما باید به وجود ساختارهای ریاضی تعهد اصلی شناختی داشته باشیم. در واقع یه جورایی این ساختارها رو اگه از نظر فیزیک بگیریم، نظر فیزیکمون فرو می‌ریزه و بنابراین در واقع اینا اجتناب ناپذیرن. بنابراین باید به اونها چی تعهد هستی شناختی پیدا کنیم. خب حالا شما ممکنه بپرسید چرا هم چیزی برقراره؟ اون فرض اول رو با چالش مواجه بکنید، بگید که چرا چیزی که اجتناب ناپذیره رو من باید بهش متعهد باشم، اونم چیزی که ریاضیه نه چیزی که در واقع فیزیکیه، چیزی که به جهان خارج ارجاع میده، یعنی در واقع اون ساختاری که کاملا ماهیت ریاضی داره. خب همونطور که در مورد استدلال اجتناب ناپذیر کلاسیک وجود داره، این فرض اول رو میشه با دو تا در واقع پیش‌فرض جاستیفای کرد، معقولش کرد. یکی طبیعت گراییه، یکی در واقع کل گراییه. و طبیعت گرایی هم در واقع چیزی نیست جز همون واقع گرایی علمی. یعنی وقتی بپذیریم که وقتی نظریه‌مون رو مثلا صورت بندی کردیم، اون هویاتی که در واقع اون ساختارهایی که در نظریه وجود داره اونها به جهان خارج ارجاع میدن، و بعد کلگرایی رو بپذیریم و بپذیریم که اینها در کنار هم دیگه ساختارهای ریاضی و ساختارهای فیزیکی یا واژگان فیزیکی در کنار هم معنا پیدا میکنن و به صورت یک کل تایید میشن، حالا اینکه کلگرایی معنا شناختی یا تاییدی به کنار، ولی در هر حال اگر بپذیریم طبیعت گرایی و کلگرایی رو، اون گزاره اول چی معقول میشه، جاستیفای میشه. خب موضوع اینه که طبیعت گرایی هم چیزی نیست جز چیزی نیست همون واقع گرایی علمی، که این رو میشه در خود در واقع نظر کوان هم دید. من کتی از theories and things آوردم اینجا. کوان میگه اما در آغاز هم باور راسخ هم برشا بیرونی را بیان کردم، باورم به وجود افراد، پایانه های عصبی، چوب ها و سنگ ها. دوباره این موضوع را تایید، شاید کمی سوستر، ولی به اتم ها و الکترون ها و رده ها هم باور دارم. اما اکنون چگونه کل این واقعی رای مستحکم روباست با زمین بایری که ترسیمش می کنم، یعنی همون در واقع تجربه گرایی مبتنی بر محرک حسی، وفق پیدا می کنه؟ پاسخ طبیعت گرایی است. طبیعت گرایی چیه؟ تصدیق این که در درون خود علم و نه فلسفه پیشینی نیست که واقعیت شناسایی و توصیف می شود. خب اما این یک در واقع یه جای کار رو برای ما مشکل میکنه. در واقع این استدلال اجتناب ناپذیری مبتنی با واقع‌گرایی علمیه که خودش داره توی واقع‌گرایی ساختاری در واقع توجیه میشه، استدلال برای صورت بندی میشه. واقع‌گرایی علمی تنها در صورتی میتواند موجه باشد که فراغ استقرای بدبینانه پاسخ داده شه. اگه فراغ استقرای بدبینانه شما پاسخ ندید، سانتیفیک رئالیستتون با مشکل مواجهه. اما با پرامستر بعد بیانات شما چطوری توضیح میدید؟ با مثلا با راه حل واقع‌گرای ساختاری شما جوابش میدید. اما راه حل واقع‌گرای ساختاری خودش درگیر مسئله کاربردپذیریه. بنابراین به نظر میرسه که اینجا ما با یک دور مواجهیم. نمیتونیم از اون راه حل واقع‌گرایانه، طبیعت گرایانه که به صورت کلاسیک برای مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیکی استفاده بکنیم، برای اینکه کاربردپذیری ریاضیات در فلسفه رو پاسخ بده. با یک دور مواجه. خب شرح نگاشتی هم با همین دور روبروه. شرح نگاشتی اگه بخوایم اون در واقع پاسخ بدیم، بازسازی بکنیم اون پاسخ به مسئله کاربردپذیری ریاضی ها در فیزیکو، باید بگیم که فارغ از چگونگی وجود هویات ریاضی، رابطه ساختاری میان ریاضیات و واقعیت وجود داره. اون نگاشتی که شما در واقع میگفتی اینجا هم وجود داره. بنابراین این تطابق میتواند مبنای استدلال های فلسفه قرار بگیره. یه حقیقت دیگه، شما حقیقت رو میتونید در واقع مبنای استدلال فلسفیتون بگذارید و در واقع استدلالتون بنا بکنید، استدلالتون رو معقوله. خب استدلال واقع‌گرای ساخته. اما موضوع اینه که این هم دوباره با مشکل مواجهه. تطابق تنها در صورتی میتونه مبنای استدلال های فلسفه قرار بگیره، مشخصاً این استدلال ساختارگرا، که قید سازگاری رعایت شده باشه. قید سازگاری که گفتم که این ساختارها باید به نحوی با همدیگه معادل باشن. در غیر این صورت جهان ساختاری یکتا نخواهد داشت. شما ساختارهای متفاوتی میتونید اسکرایب بکنید، نسبت بدید به جهان که نامعادله.
اما برآورده شدن قید سازگاری تنها در صورتی به خدمت گرفتن چیه، مثلا نظام هایی مثل دفورمیشن کوانتیزیشن و قضیه کنسویشه که خودش درگیر مسئله کاربردپذیریه. بنابراین دوباره ما به نظر میسته که با یک دور مواجهیم و این نحوه پاسخ دادن حداقل به نظر میرسه که دوری باشه. بنابراین هر دو پاسخ استاندارد به نظر میرسه که حداقل این دو پاسخ استانداردی که مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فیزیک وجود داره، بازسازیش در مورد کاربردپذیری ریاضیات در فلسفه و همون سرراستی نباشه، یعنی علاوه بر مشکلاتی که اونجا وجود داره به نظر میرسه که مشکلات جدیتری رو خواهد داشت. خب من نمیدونم که مسئله رو چطور میشه حل کردی، مسئله کاربردپذیری ریاضیات در فلسفه. اولا نمیدونم که مسئله و اندازه مسئله کاربردپذیری فیزیک در ریاضیات در فیزیک قابل صورتبندی باشه، به همون اندازه بتونه مردم رو جذب کنه یا نه. بعد در قدم بعدی راه حلی به نظر نمیرسه که حداقل در اینجا بتونیم به این مسئله بدیم، مگر اینکه به نظر میرسه که نشون بدیم این دوری که وجود داره یک دور بی‌ضرریه، بعد نشون بدیم اینها به یک نحوی با هم دیگه انسجام دارن که باعث بشه که این نحوه های پاسخ دادن به مسئله کاربردپذیری ریاضی ها در فلسفه مشکل ساز نباشه. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. خیلی ممنون که گوش دادید. من در خدمتتونم. خیلی ممنونم آقای دکتر یغمانی عزیز، خیلی خیلی متشکرم. خب دوستان اگر سوالی اگر دارن لطفا دستشون رو بالا بگیرن که من بتونم میکروفونشون رو باز بکنم. خانم ابو سبا میکروفون شما رو باز کرد، بفرمایید. خانم ابو سبا صدای ما رو داریم؟ سلام. بعد خیلی نمیاد. بفرمایید. بله بله، خیلی ممنون، ارائهتون خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه. و اینکه سوال من اینه که در مورد کاربردپذیری ریاضی در فلسفه اگه بخوایم بررسی بکنیم، میخوام ببینم که اون بخشی از فلسفه که به مثلا ماده میپردازه بیشتر کاربرد داره ریاضی، یا برای سوال های فراتر از مادی هم پاسخگو هست یا نه. مثلا نمیدونم خوب سوال هم تونستم بپرسم یا نه، ولی آره ناکنی چون من بیشتر سرکارم با مباحثی در فلسفه علم و متافیزیک علم بوده، در واقع نمونه ای که آوردم اونجا بود. ولی اگر که به بخش‌های دیگه فلسفه مثلا به فرمول اپیستمولوژی هم نگاه بکنید، مثلا میبینید که خیلی خیلی استفاده سابستانشیالی دارن میکنن از چی؟ از نظریه هایی در احتمالات یا از قضایایی در احتمالات برای اینکه سوالهای فلسفی رو پاسخ بدن. بنابراین فکر میکنم که در واقع ما مشکلی نداشته باشیم با رفتن به سراغ نظام های فلسفی، هرچند اینطوری نیست. من ادعا نمی کنم که هر نظام فلسفی به ریاضیات وابسته است، در صورتی که در مورد فیزیک تقریبا میتونم اینو بگم که هر نظام فیزیکی به ریاضیات وابسته است، ولی اینجا هم چه ادعایی نمیتونم بکنم. برخی حداقل از دستگاه های فلسفی به چی؟ به در واقع این نوع استفاده از ریاضیات وابسته است، ولی میشه اینو در مورد اونها هم مطرح کرد، هر چند لوکاله، ولی میشه گفت که هر چند چرا این در واقع چیزی که به منظور کاملا متفاوتی خلق شده در به کار یک نظام فلسفی خاص یا یک فیلسوف خاصی، ولی اون چیزی که گفتید میشه پیدا کرد، حداقل نمونه هاش در دستگاه‌های دیگه یا در جای دیگه از فلسفه میشه پیدا. یکم مثلا تو خب یکم که جوابمو درست نگرفتم، اینکه مثلا مثال میزنم اوکی بگی که آیا ریاضی توی فلسفه اسلامی مثلا یا فلان فلسفه اخلاقی یا دین اینجور چیزها هم کاربرد داره، یا فلسفه هایی که بیشتر مربوط به علمه و بیشتر مربوط به دنیای مادیه کاربرد داره. ناکنید فلسفه اسلامی هم مثلا بخش متافیزیکش به دنیا، مثلا بخشی از در واقع فلسفه اسلامی هم به متافیزیک جهان مربوطه دیگه، بنابراین به دنیای فیزیکی مربوطه، بنابراین نمیشه اینطوری سوا کرد که فلسفه اسلامی یا نظام. ولی نمیدونم اونجا رو باید رفت سراغش
ببینیم که میشه اصلا صورت بندی کرد یا نه مسائل رو اونجا با این دستگاه فرمان. من سراغ ندارم حداقل چنین کاری، حداقل چنین کاری در مورد نظام های ریاضیاتی، نه فرا ریاضیات. ممکن در فرا ریاضیات این کار بکنیم، مثلا یک نظام منطقی رو شما به کار بگیرید برای اینکه سوری بکنید یک نظریه رو در فلسفه اسلام، ولی اینکه نظام های در پرکتیس ریاضیات استفاده بکنید من حداقل سراغ ندارم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب آقای دکتر شیخ رضایی، من میکروفون شما رو باز کردم، بفرمایید. سلام، صدای من هستش؟ بله صداتون هست. بله خیلی ممنون آقای دکتر یغمایی، خیلی آموزنده بود. من یکم به اون مبنای کاربردپذیری سوالم مربوطه و بعد یه پیشنهادی که حالا شما اگر نظرتون راجبش بگین ممنون میشم. ببینید ظاهرا صورت مسئله چه در مورد ریاضی چه در مورد فلسفه اینه که یک چیزی که برای یک هدف دیگری صورت بندی شده در جای دیگه ای کاربرد داره و این عجیب به نظر میرسه، بنابراین کاربردپذیریش رو توضیح بدیم. مبنای مسئله همین. خب این پدیده خیلی آشناییه، یعنی ما نه فقط در مورد ریاضیات، در مورد بسیاری موارد دیگه، در خود علوم طبیعی، در جاهای دیگه این مسئله رو داریم که یک مفهومی، یک چارچوبی، یک چشماندازی اصولاً برای یک چیز دیگه طراحی شده، انتقال پیدا میکنه به یک حوزه دیگه و از قضا خیلی موفق در میاد و به این میگیم کاربرد متافوریکه اون مفهوم یا اون چشمانداز یا اون ساختار هرچی. و به اصطلاح این کاربرد استعاری یا متافوریک از حوزه در حوزه پرگماتیک صورت بندی میشه، یعنی مثلا فرض بکنید ما یک، حالا انواع و اقسام این ترانسفرهای متافوریکی که در علم داریم، شما یک مدلی قبلا در علوم کامپیوتری بست و توسعه دادید، اینو به عنوان چارچوبی که از خلال اون میتونید یه حوزه دیگه ای رو نگاه بکنید در نظر میگیرید، بنابراین مسئله فقط زبان نیست که اونجا یه اطلاعاتی دارید و با این زبان میخواییم به کارش ببرید، بلکه این استعاره مقومه، مثلا در حوزه ذهن به کارش میبرید، شروع میکنید به ساختن نظریه ذهنتون در قالب این چارچوب، یعنی به جهان ذهن از این چارچوب نگاه میکنید و این یا موفق عمل میکنه یا موفق عمل نمیکنه، یعنی انواع و اقسام استعاره ها رو میتونید به کار ببرید، یه بخشش موفق عمل میکنه یه بخشش موفق عمل نمیکنه. بنابراین ما این مسئله کاربردپذیری رو داریم که فقط محدود به ریاضیات نیست، ولی ریاضیات هم میتونه نمونهش باشه. مثلا کانسپت تکامل یا اِوولوشن رو داریم، از زیست شناسی میگیرید میبرید در فیزیک، در شیمی، در علوم اجتماعی و به شکل یک کانسپت کانستیتوتیو یا مقوم به کارش میبرید. مسئله این نیست که اونجا یه اطلاعاتی دارید فقط با این بیانش میکنید، اصلا به جهان در چارچوب این نگاه میکنید و پیش میره، ولی ممکنه استعاره های دیگه هم باشه که پیش بره یا پیش نره. بنابراین نکته اول هم اینه که چه اشکالی داره ما ریاضیات رو اینطوری بفهمیم، یعنی بگیم اینا یک فریمورک هایی به ما میده و از ما دعوت میکنه که یک جهانی رو از خلال این بفهمیم و بسازیم و این خیلی چیز عجیبی نیست، یعنی مسئله جای دیگه هم هست و احتیاجی به رئالیسم نداریم برای پاسخ دادن بهش، به خاطر اینکه مسئله رو برگردوندیم به یه هیوریستیک. اما حالا بخش دوم صحبتم اینه که خب همون چیزی که شما هم اشاره کردین، خیلی ممکنه بگین که به اصطلاح ریاضیات، خیلی کسی ممکنه ادعا بکنه که نمونه های موفق ناموفق رو شما ذکر نمی کنید، میذارید کنار. پاسخی که شما دادید اینه که
نه شما هر بخش ریاضیات رو بگیرید با یه احتمال خیلی خوبی میتونید بگید که این یا کاربرد پیدا کرده یا کاربرد پیدا میکنه. خب ولی من نکته ای که میخوام بگم وقتی متافوریک نگاه میکنیم این نیست که هر بخش ریاضی رو انتخاب کنید یا کاربرد داره یا پیدا میکنه، بلکه اینه که هر حوزه علمی یه دیسیپلین علمی یه بخش علمی رو که انتخاب کنید اون موقع چند تا از این ساختارهای ریاضی از این فریمورک ها و متافورها خوب کار میکنه ولی به مقدار زیادی دیگه کار نمیکنه. یعنی مثلا متوجه این چی میگم؟ نمیخوام بگم که شما برای هر نظریه ریاضی میتونید یه کاربرد پیدا کنید، ولی وقتی داریم میگیم وقتی در حوزه مثلا مکانیک کوانتومی کار میکنید فقط تعداد کمی از اون ساختارها به درد میخوره. بنابراین این مسئله ناعقلانی بودنش صورتبندیش عوض میشه، دقیقا یه حالت نچرال سلکشنی داره. یعنی شما یه حوزه رو میخواین صورتبندی کنید، یه تعداد استعاره مقوم روی میزه، بعضی ها رو انتخاب میکنید خوب کار میکنه، بعضی ها رو انتخاب میکنید خوب کار نمیکنه، معنی موفق کار نمیکنه، و اونی که موفق کار میکنه رو انتخاب میکنید. حالا کسی بپرسه که این خیلی غیر عقلانیه، نه ما اون بعداشو گذاشتیم کنار. مسئله این نیست که هر ساختار ریاضی یه جا کاربرد پیدا میکنه، مسئله اینه که تو هر حوزه علمی برخی از اون ساختارها موفق عمل میکنن، برخی هاش هم موفق عمل نمیکنن. از اون کانسپت ها، از اون دستگاه های مفهومی ریاضی استفاده نمیکنیم. بنابراین اگه اینطوری قضیه رو بفهمیم که یه فریم ورکه که میتونه موفق باشه میتونه موفق نباشه، اون موقع خیلی باز حالا اینم پیشنهاد من، دوست دارم نظر شما رو بدونم، خیلی بین کاربرد ریاضی در فلسفه و کاربرد ریاضی در علوم نمیشه خط تمایز قاطعی کشید، به خاطر اینکه باز اونجا همچنان یه پیشنهادهایی وجود داره که شما بیاید چارچوب مورد نظر خودتو حالا در حوزه فلسفه از خلال این فریم ورک ببین، اونی که به درد میخوره انتخاب کن به شکل طبیعی و خیلی هاشم که به درد نمیخوره بنداز کنار و احتیاجی به یه نوع حفظ مسئله ریالیستی در حوزه ریاضیات نداری، به شکل یه چارچوب قوام بخش نگاه بکن. حالا این دوتا نکته بود که به ذهنم رسید. خیلی ممنون دکتر، نکته دقیق بود. من اگه بخوام که بازسازی بکنم ادعای شما رو، شما دارید بگید که ما بیایم در ریپریزنتیشن بیایم بگیم که ما از یک در واقع مکانیسم مثلا استعاری استفاده میکنیم برای اینکه پدیده‌ها رو ریپریزنت بکنیم، تبیین بکنیم، پیش بینی بکنیم، رفتارشون رو، و اون چیزی که نقش اساسی ایفا میکنه اون در واقع نحوه چگونگی ما برخورد ما با اون استعاره است و جهان، یعنی اینکه استعارمو یا نظام استعاری رو چگونه به جهان مربوط میکنم که در واقع باعث میشه این کار. نکته‌ای که وجود داره اگر بپذیریم که مثل که شما میپذیرید که برخی از استعاره ها کار میکنن بعضی از استعاره ها کار نمیکنن، به نظر میرسه که دوباره این مسئله رو فقط یه قدم میبره عقب. یعنی اینکه چرا برخی از استعاره ها کاربرد پذیرن بعضی از استعاره ها کاربرد پذیر نیستن، یا به نحو دیگه بخوام صورت بندی بکنم، چرا برخی از نحوه های برخورد ما، یعنی اینکه من چگونه قصد بکنم که با این استعاره رابطه استعاره و جهان برخورد، در واقع چگونه برخورد بکنم بین رابطه استعاره و جهان، چگونه است که برخی از این برخورد های من موفقیت آمیزه برخیش موفقیت آمیز نیست. اگر قرار باشه که همه چیز تحویل پیدا بکنه به نحوه برخورد من، به نظر میرسه که همه استعاره ها یه جورای کار میکنن، و این با اون مسئله که یا فرضی که شما گرفتی در تعارضه که برخی استعاره ها فقط کار میکنن. خب اینجا به نظر میرسه که ما دوباره با یک سال اکسپلینیتوری رو ببینیم، چرا برخی از این استعاره ها کار میکنن برخی هاشون کار نمیکنن. اینجا اتفاقا به نظر من شرح نگاشتی خوب کار میکنه، شرح نگاشتی اون چیزی که شما در واقع مورد نظرتون اتفاقا رعایت میکنه و اساسا به اونتولوژی ریاضیات متوسل نمیشه، سوال اونتولوژی ریاضیات رو میذاره کنار، میگه هرچی که از باشه، ولی یک رابطه حفظ رابطه ای که حافظ ساختاره، حالا در مورد شما حافظ استعاره و چگونگی جهان وجود داره، یعنی که ما جهان رو توضیح بدیم.
یعنی سعی میکنه که یه قدم بیاد عقبتر و این سوالی که من مطرح کردم در برابر ادعای شما رو توضیح بده، یعنی اونجا متوقف نشه، بگه که چرا بعضی از استعار موفقیت آمیزن بعضی ها موفقیت آمیز نیستن، و در این حال تعهد اصلی ناختی هم نده، یعنی بگه به من ربطی نداره ریاضی چه هست، هر چه هست این رابطه بین ساختارها وجود داره. ولی در مورد چیز، در مورد اون مثال خاصی که زدم، این که اون شرح نگاشتی دوباره با مشکل مواجهه، یعنی حداقل نمیگم که این کلا کار نمیکنه این در شرح نگاشتی، ولی حداقل این استفاده استرشرالیست از قضیه مورد نظر، استفاده از ریاضیات یا حداقل استفاده واقعگرایان از این نوع ریاضیات با مشکل مواجه میشه. بنابراین میپذیرم ممکنه کسی که تعهد نداشته باشه به یکتایی وجود جهان، کسی که متافیزیکا رئالیست نباشه با مشکل مواجه نمیشه، ولی کسی که متافیزیکا رئالیسته یعنی قائله که جهان یک نوع چگونگی واحدی داره با مشکل مواجه خواهد شد. این به نظرم رسید. خب آیا دویتو شیخ رضایی اگر ادامه داره صحبتتون بازم میکروفون. من فقط یه نکته بگم، در واقع من سعی میکنم و سعی کردم از اون مسئله تلقی رئالیستی فرار کنم، به این معنا که توضیح بدم موفق عمل کردن یک استعاره یک مسئله پرگماتیکه، یعنی به دنبال به اصطلاح یه ما به ازایی در جهان میتونم دنبالش نگردم و بگم که یک مجموعه انتظاراتی دارم از اون حوزه، برخی از این استعاره های سازنده اون انتظارات منو برآورده میکنه. چرا باید شما به پیشبینی برسید؟ چرا باید بتونید اکسپلین بکنید؟ خب ببین، این همون سوالیست که در واقع بن قضیه اختلاف بین رئالیست و اینسترومنتالیسته. من معتقدم اونی که تبیین میکنه این قضیه رو نباید از جنس صدق باشه. شما مثلا میتونید الان متأسف بشید به شرح نگاشتی و به هیچی هم به چیز نه هیچ استلزامی تعهد اصلی شناختی هم ندید، بگید که ساختار استعاری نظام استعاری من ساختارش مشترکه با پدیده ها، هیچ تعهدی هم ندید، ولی موضوع آره توضیح این این راه حلی که شما میدین میتونه ارزشه، ولی من میخوام بگم اصلا اگر کسی نخواد از این راه حل صحبت بکنه که دلیل این که موفقه اینه که یک انطباق ساختاری با یک ساختاری که تو جهان وجود داره هست، میتونه اینو دور بزنه و بگه که نه، این مسئله موفق بودن و نبودن و من در سطح پراگماتیک حل میکنم، ولی بر نمیگردم براش یک صدق سازی از جنس انطباق یا تروس پیدا بکنم، بنابراین اصلا در اون زمین بازی نکنه و دقیقا از همین استعاره نچرال سلکشن استفاده بکنه که برای یه سری اهدافی این موفق انتخاب شده، برای اهداف دیگری میتونه موفق نباشه و چیز دیگه انتخاب باشه، ولی متوسلی به یه چیزی مثل تطابق ساختار نشه. اگه بتونه این گامو برداره اون موقع مسئله ریاضیات خیلی فرقی با اینکه چرا یک مدل یا یک استعاره همونطور که در علوم اجتماعی از یه چیز دیگه میتونه بیاد موفق باشه نخواهد داشت، لازم نیست یه تعهد هستی شناسی پشتش باشه. میفهمم اینه که این نحوه برخورد شما یه نحوه کلی‌تری با قضیه و میگید که اگر ما اینو حل بکنیم مسئله ریاضی هم حل میشه و خیلی هم این راه رو دنبال میکنم، ولی موضوع اینه که چیزی که همیشه در واقع در مورد ریپرزنتیشن مطرحه اینه که شما کجا پرسشتون رو مسکوت میگذارید، ارجحیت در واقع این رویکردهای ساختارگرایانه به رویکردهای کاملا ایجنتی یا مثلا این که من یه استعاره رو به کار میگیرم و اینتند میکنم که کجاش چگونه به جهان مربوط بشه، اینه که یه قدم سوال اکسپریمنتالی میبرن عقب، یعنی توضیح میدن که چرا این استعاره شما کار میکنه اینجا، و اگر شما مکانیزم تکاملی قائل بشید حالا بعد اینو دقیقا صورت بندی بکنیم که این مکانیزم تکاملی چی هست،
ولی در نهایت اونجا شما دارید اکسپلین میکنید که چرا این استعاره کار میکنه، ولی میگم بعد یکم ببینیم که چگونه، یعنی مسئله خاص رو بذاریم جلو و ببینیم که چگونه میشه با یک توضیح تکاملی مسئله ریپرزنتیشن رو بدون اینکه به شرح نگاشتی یا راهگیری متخصصی حل بشه. ولی هنوز دارم میگم که شما ساختارگرایی میتونه بین مشاهده پذیرها و ساختارتون باشه، یعنی به ساختار آندرلاینگ جهان شما اصلا اجازه ندید اشاره بهش نکنید، بنابراین شرح نگاشتی شما رو چیز نمیکنه. خب من یک سری سوال هم در باکس اینجا طرح شده، من اینا رو هم عرض کنم که آقای محمد احمدی پرسیدن بدیو چطور فکر میکنم بدیو باشه اگه اشتباه نکنم، که حالا من نمیدونم اینجا منظورشون چیه، آقای دکتر یغمایش از شما بدونید. من خیلی از اینکه میدونم بدیو هم نویازی ها بکرد کنیم 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 مجاری فلیزی خلصاتی کنیم 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 متاسفم. خب حالا هر کنون از این دوستان میتونن سوالشون شفاهی هم بپرسن اگر بخوام. عرض کنم که آقای اکبری هم نوشتن که لطفا قابلیت دانلود رو بگذارید که اگه خب دکتر یغمایی صلاح بدونین میتونید فعال کنید که بتونن دانلود هم بکنن. آره کجا میشه فعال کردن؟ توی همون قسمت فایل ها فکر کنم یه گزینه ای داشته باشه که شما بتونید امکان دانلود رو هم فعال بکنید. من آقای شریفی پرسیدن که ببخشید اینجا پرسیدن که معتبرترین متن برای آشنایی با رئالیسم ساختاری چیست؟ با رئالیسم ساختاریش کتاب فرنک فکر میکنم که یکی از بهترین کتابش دستراش رفته بود. خیلی ممنون. آقای روشندل هم پرسیدن آیا ریشه این ارتباطات بین ریاضیات و فلسفه و فیزیک بر نمیگرده به اینکه از اول ریاضیات و طبیعیات زیر مجموعه فلسفه بودن و بعد از فلسفه تقریبا جدا شدن؟ آره ولی نمیدونم که این تاریخ رو بشه الان به الان هم تسری داد، یکم تسری دادن یک رابطه ای که در یک زمانی از تاریخ وجود داشته و به الانه. اینو میگم باید کار هیستوریگرافیک کرد، باید مشخصا رفت سراغ اون نظریه ریاضی که داری پرورش یافته ببینیم که اونجا فلان ریاضیدان تحت تاثیر چی بوده، حالا کانسپچوال بوده علی که حالا مطرح نیست، ولی بعید میدونم چیزی وجود داشته باشه حداقل در در مورد ریاضیات قرن 20 بعید میدونم که بشه همچین ارتباطی رو پیدا. خب سوال آخرم آقای احمدی پرسیدن نوشتن که گفته شد بین دو نظریه یک و دو که یکدیگر رو نقض میکنند مشترکات ساختاری وجود دارد، آیا بین جابجا پذیری حاصل ضرب مکان در اندازه حرکت در فیزیک کلاسیک و جابجا ناپذیری این حاصل ضرب در کوانتوم هم اشتراک ساختاری داریم؟ خب اساسا مسئله همینه که چطوری میشه از یک جبر جابجایی پذیر به یک جبر جابجایی ناپذیر برسیم، و در واقع دستاورد دیفورمیشن کوانتیزیشن هم همینه که به ما میگه که چطوری یک جبر در واقع علل اصول جابجا ناپذیر که جبر در واقع کوانتومیه، جبر حاکم بر مشاهده پذیرهای کوانتومیه، در حد در واقع به چی میل میکنه؟ به یک جبر جابجایی پذیر میل میکنه، و این رابطه حدی در واقع یک شاهدیه برای یک رابطه ساختاری بین دو تا نظریه، یعنی ما این حد رو باید صورت بندی کنیم، این چیزیه که در مشخصا دیفورمیشن کوانتیزیشن وجود داره، در نظام های کوانتیزیشن بدیل هم باید یک چیز مشابه وجود داره که این دوتا جبر چطوری به هم دیگه مربوط میشه، جبر جابجایی ناپذیر و جبر جابجایی پذیر. آقای احمدی دستشون بردم بالا، من
میکروفونتون باز میکنم آقای احمدی. سلام و احترام. سلام. ببخشید، شاخصی برای انقلاب در نظریات ریاضی هم وجود داره آنطور که کوهن مطرح میکنه؟ چون من تو ذهنم این بود که جاهایی که یه گزاره‌های متناقض با اون چارچوب قبلی به وجود میاد، مثل همین ناجابجایی، اینجا انگار یه انقلاب اتفاق افتاده و یه دیسکورس جدید به وجود اومده. آیا ما میتونیم چنین شاخصی رو برای انقلاب در یه نظریات ریاضی مطرح کنیم؟ والا نمیدونم که بشه هم چیزی رو دستاویز قرار داد یا نه، ولی در مورد نظریه های فیزیکی این گذار جبر جابجایی به جبر ناجابجایی، مشخصا گذار از مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی که ظاهرا انقلابیه، به نظر میرسه که اگر در واقع دستورالعمل یا در واقع تصویر واگرای ساختاری بپذیریم، تا یه حدودی از انقلابی بودن کاسته میشه. یعنی نشون میده که این دو تا با هم دیگه یک جورایی مربوطن. ولی در مثال در مورد ریاضیات نمیدونم که اساسا بشه این جبر جابجایی یا جبر ناجابجایی رو فارغ از دستاوردهای فیزیکی به هم دیگه مربوط. یه مثال دیگه، بر طبق نظریه مجموعه ها احتمال آ اشتراک ب، اشتراک دو مجموعه، کمتر از احتمال هر یک از مجموعه، درسته؟ حالا در یه مسائلی هست که در احتمال کوانتومی این اتفاق نمیفته، که عموما در معادلات شبه کوانتومی که برای تصمیم گیری انسان مطرح میشه به علت پارادوکس های رفتاری دیگه از احتمال کلاسیک نمیتونن استفاده کنن و انسان ها طوری رفتار میکنن که احتمالی که هم این کارو بکنن هم اون کارو یا هم دو گزینه مشترک رو بیشتر میدونن از یک گزینه. حالا این بحثاش مقالات خیلی زیادی که اخیراً انجام شده، یه مقالی هم همین 2022 قراره چاپ شه تو سایکولوژی که از احتمال کوانتومی میخوان استفاده کنن برای بازنمایی رفت تصمیم گیری در ریسک. حالا این که این گزاره احتمال آ اشتراک ب بزرگتر از احتمال آ در با اون نمودار ون غلطه، خب اما در کوانتوم درسته. این که یه گزاره‌هایی داریم که در یه چارچوب غلطه در یه چارچوب درسته، اسم اینو میتونیم گزار بذاریم یا انقلاب بذاریم؟ نمیدونم که آخه من الان نمیدونم که انقلاب یعنی چی. اگر که اون چیزهایی که در علم اتفاق افتاده، دوباره تکرار میکنم، اسمش رو بذاریم انقلاب و بخوایم که واقع‌گرا بمونیم، بعد بگیم که در واقع اینا با هم دیگه یک ارتباطی دارن، مثلا ارتباطشون مثلا در مورد جبرها جابجایی ناجابجایی از طریق یک حدی به هم دیگه چی مربوط میشه. در مورد این مثالی که دارید میزنید نمیدونم، اساسا نمیدونم که این بشه در یک نظریه فیزیکی اینو دونست، چون داره یک دیسکرایب میکنه در واقع نحوه کنش انسان‌ها رو، درسته؟ بله. اساسا یکم از چیز میاد بیرون، از صرفا یک نظریه فیزیکی میاد بیرون و علوم دیگر رو در بر میگیره. برای من فکر میکنم که یکم قضیه متفاوته اونجا. وقتی من اینجا دارم از گزار صحبت میکنم، گزار به نظریه های علمی در واقع بالغ دارم صحبت میکنم، مثلا میکنم کلاسیک میکنم. میتونم این مقاله کوانتوم کاگنیشن که انیوال ریویو آف سایکولوژی 2022ه ولی 2021 هم الان هست، اینو من برای شما بفرستم. خب بعد اصل سوالم اینه که آیا میشه گفت که جاهایی که نمیتوان بازنمایی کرد با اون ریاضیات قبلی، یک گزار اتفاق میفته به یک نظری ریاضیات دیگه ای که اون بهتر بازنمایی میکنه؟ خب گزار که اتفاق میفته، گزار که واقعیت دیگه، گزار که واقعیت وجود داره. موضوعی که این گزار چگونه ما اینو کاراکترایزش میکنیم، چه جوری صورت بندیش میکنیم. گزار که اصلا ممکنه گزار گسسته باشه و قابل مثلا اگر گزار گسسته باشه، ساینتیفیک ریالیزم با چالش مواجه میشه. بله.
خواهش متشکرم. خواهش بکنم. هم دیگه عنوان آخرین سوال آقای علوی پرسیدن که فرض کنم که آیا نمیتوان گفت استفاده از ریاضیات در فلسفه به عنوان یکی از مقدمات برهان در براهین فلسفی است، همان گونه که در مقدمات برهان از تجربه و یقینیات و غیره نیز استفاده میشود؟ خب چرا، این همون در شرح نگاشتی مشخصا این بود دیگه، ساختارهای ریاضی مطابق با واقعیتن، مقدمه برهان میتونن قرار بگیرن و غیره، ولی موضوع اینه که چرا به عنوان مقدمه برهان جاستی پایدن، چرا باید به عنوان مقدمه برهان بپذیریم؟ یک راهش اینه که بپذیریم مثلا صادقه، یا بپذیریم که مطابق با ساختار واقعیت، بعد اینو خودش رو جاستی پاید بکنه. خود جاستی پاید کردن این مطلب مسئله کردن نشون بدم دوری. خب خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر یغمایی عزیز، خواهش میکنم، ارائه بسیار بسیار خوب و آموزنده‌تون، خواهش میکنم. متشکرم، خیلی ممنون، شبتون بخیر. شب شما بخیر، متشکرم که دعوت کردید. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت.